سرخط خبرها. حمله هوایی آمریکا به قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد، فرمانده قدرتمند نیروی قدس سپاه ایران کشته شد. وزیر خارجه آمریکا به سلیمانی تهدیدی آنی علیه جان آمریکایی ها بود. ترامپ در توییتی گفته ایران در هیچ جنگی پیروز نشده اما بازنده هیچ مذاکره ای هم نبوده. آینده نیروی قدس سپاه، اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی شد. و گران شدن نفت در بازارهای جهانی به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، 4% افزایش قیمت در هر بشکه. سلام بر شما، به این برنامه خبری ویژه خوش آمدید. جمعه 13 دی یا ماه جدی 1398 برابر با 3 ژانویه 2020. سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چهره‌ای پرآوازه، در حمله‌ای به دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در بغداد کشته شد. همراه با 10 نفر از همراهانش از جمله ابو مهدی مهندس، معاون فرمانده نیروی هشت شعبی عراق. حمله‌ای به حلقه رهبری سپاه پاسداران و ضربه‌ای به مغز متفکر حکومت برای دنبال کردن برنامه‌های توسعه طلبانه در سطح منطقه‌ای. مایک پمپو، وزیر خارجه آمریکا، لحظات پیش گفت با کشته شدن قاسم سلیمانی از تهدیدی قطعی و قریب الوقوع علیه شهروندان آمریکایی جلوگیری شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در توییتی کوتاه نوشت که ایران هیچگاه در جنگی پیروز نشده ولی در هیچ مذاکره ای هم شکست نخورده. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران گفته که انتقام سختی در انتظار آمریکاست. شورای عالی امنیت ملی ایران برای بررسی موضوع به ریاست شخص آیت الله خامنه ای جلسه فوق العاده تشکیل داد. در عراق نخست وزیر آیت الله سیستانی، مرجع بلندپایه شیعه، مقتدا صدر از رهبران سیاسی و افراد و گروه‌های دیگر از این حمله به تندی انتقاد کردند. روسیه به مردم ایران تسلیت گفته. بریتانیا خواهان خیشتنداری طرف‌های مختلف شده و چین گفته که با استفاده از زور مخالف است. انتقادی از آمریکا. باران عباسی گزارش می‌دهد. بقایای سوخته کاروان حامل قاسم سلیمانی، آثار حمله‌ای که به زندگی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و یکی از بانفوذترین چهره‌های نظامی ایران پایان داد. اینجا در نزدیکی فرودگاه بغداد، سلیمانی همراه با ابو مهدی مهندس از فرماندهان گروه هشت شعبی هدف حمله‌های موشکی پهپادهای آمریکا قرار گرفت. وزارت دفاع آمریکا گفته دستور این حمله هوایی را شخص دونالد ترامپ صادر کرد. این حمله جهت جلوگیری از برنامه ریزی برای حملات بعدی ایران صورت گرفته است. ایالات متحده هر اقدامی را که موجب حفاظت از شهروندان آمریکا و منافعش باشد در هر جای جهان نیاز ببیند انجام خواهد داد. امریکایی ها در دنیا دیگر آرامش نخواهند. مقام های ایران از سیاستمداران تا چهره های نظامی وعده تلافی دادند، از جمله آیت الله خامنه ای که قاسم سلیمانی بسیار به او نزدیک بود و از معتمدانش شناخته میشد. با رفتن او به حول قوه الهی کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سخت در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه دیشب آلودند. رهبر ایران همچنین جانشین قاسم سلیمانی را به سرعت منصوب کرد، اسماعیل قاآنی که پیشتر قائم مقام فرمانده سپاه قدس بود. چون در باغ شهادت بسته است. آیت الله خامنه ای پارسال بالاترین نشان نظامی ایران را به قاسم سلیمانی داده بود و آرزو کرده بود که او پس از سالها شهید شود. مرگ غیر منتظره او اما باعث شد رهبر ایران در جلسه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی این حادثه حاضر شود. او همچنین 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. واکنش مخالفان دولت عراق متفاوت بوده. کسانی که ایران را به دخالت در امور کشورشان متهم می‌کنند، کشته شدن قاسم سلیمانی را جشن گرفتند. دولت عراق اما این اقدام آمریکا را محکوم کرد. حضور قاسم سلیمانی در بغداد غیر منتظره نبود. پایتخت عراق اخیراً صحنه تنشی کم سابقه بین ایران و آمریکا بوده. چند روز پیش معترضانی که به گفته آمریکا از سوی ایران حمایت می‌شوند، به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند.
واکنشی به حمله آمریکا به مواضع کتائب حزب الله از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق. دونالد ترامپ هنوز درباره مرگ سلیمانی سخنی نگفته، اما پیشتر این توییت را منتشر کرد، تصویری از پرچم آمریکا. حامیانش اما یک صدا از این اقدام استقبال کردند، از جمله لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه. اقدام رئیس جمهوری و ارتش ما پاسخ مستقیم به تجاوز ایران بود که قاسم سلیمانی و نمایندگانش ترتیب داده بودند. از سوی دیگر دموکرات‌ها در حالی که اقدامات قاسم سلیمانی را محکوم کردند، میگویند این کار دونالد ترامپ به ضرر آمریکا خواهد بود. از جمله جو بایدن، معاون رئیس جمهوری پیشین و نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات. ترامپ با این اقدام آتش به انبار کاه انداخت. او باید به مردم آمریکا درباره سیاست‌ها و برنامه‌هایش برای حفظ امنیت نظامیان و کارکنان سفارتخانه‌هایمان، شهروندان و منافعمان در داخل و خارج توضیح دهد. قاسم سلیمانی، کسی که در رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران به عنوان نماد اقتدار معرفی می‌شد، حامی بشار اسد در جنگ با مخالفان، فرمانده عملیات‌های مخفیانه ایران در خارج از مرزها و شاید وزیر خارجه واقعی ایران وقتی حرف از جنگ و صلح در میان بود. حالا همه چشم‌ها به قدم بعدی ایران است. نقطه عطفی در سیاست منطقه‌ای پرتنش و بی‌ثبات که حالا به نظر می‌رسد در مسیری خطرناک‌تر قرار گرفته. باران عباسی، بی بی سی. همکارم مهنوش پورزیایی از واشنگتن با ماست. چه خبر مهنوش از اونجا؟ تازه ترین خبری که به دست ما رسیده این هست که وزارت خارجه سوئیس پیامی رو از سوی آمریکا درباره کشته شدن قاسم سلیمانی به یکی از دیپلمات‌های این وزارت خارجه، در واقع به مقام‌های ایرانی تحویل داده. از سوی دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران که به عهده سفارت سوئیس هست، ما هیچ اطلاعی از متن دقیق این نامه و اینکه محتوای این پیام آمریکا چه بوده نداریم، ولی اونجوری که خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه سوئیس گفته درباره کشته شدن قاسم سلیمانی هست. طبیعتاً اگر پیامی که در آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر، حساب توییتری خودش حدود نیم ساعت پیش منتشر کرد، در کنار این پیام بگذاریم، پیامی که سوئیسی ها منتقل کردن، شاید بشه این نتیجه رو گرفت که آمریکا مثلا بخواد احیانا در مذاکره رو کماکان برای ایران باز بگذاره، چیزی که در واشنگتن نگرانی های بسیاری در موردش وجود داره که اگر یکی از پاسخهای ایران به کشته شدن قاسم سلیمانی این باشه که فعالیت های هسته‌ایش رو تمام عیار جلو ببره، آمریکا در چه موقعیتی قرار خواهد گرفت، متحدان آمریکا در منطقه در چه موقعیتی قرار خواهند گرفت. این یک نگرانی خیلی بزرگی در واشنگتن هست. میدونیم که آقای ترامپ نیم ساعت پیش در توییترش نوشت که ایران، همونطور که خودت هم گفتی جمال، ایران هیچ وقت جنگی رو برنده نشده اما هیچ وقت مذاکره ای رو هم نباخته. یعنی اسم آوردن، مطرح کردن مذاکره در میانه بحبوحه کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد ایرانی از سوی آقای ترامپ چه معنایی میتونه داشته باشه، سوال خیلی مهمی هست. بعد از اون باید اشاره کنم به اینکه مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دقایقی پیش در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت آمریکا برای تمام واکنش‌ها و پاسخ‌های احتمالی ایران به کشته شدن آقای سلیمانی آماده است. گفت که متحدان آمریکا، اونهایی که منتقد حمله به خودروی آقای سلیمانی بودن، اشتباه مطلق میکنن و جهان بعد از کشته شدن او جهان امن‌تری هست. و در این حال اشاره کرد به اینکه آقای ترامپ بعد از کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی در عراق خودداری زیادی از خودش نشون داده و خیلی واکنش تندی نشون نداده، ولی بعد از اون آمریکا شروع کرده دریافت اطلاعات بسیار زیادی رو که حاکی از تهدیدهای آنی علیه منافع آمریکا بودن و به خاطر این تهدیدهای آنی و نقش کانونی که به گفته آقای پومپئو قاسم سلیمانی در این تهدیدها داشته، تصمیم قاطعانه برای حمله به خودروی آقای سلیمانی رو گرفتن که به کشته شدن او منجر شد.
حمله با پهپاد هواپیمای بدون سرنشین انجام شده. یکی از اعضای حلقه رهبری سپاه پاسداران هدف قرار گرفته. این نوع حمله توسط آمریکا در سطح گسترده تر چقدر سابقه داره؟ اگر نتونیم بگیم که بی سابقه است، قطعا بسیار بسیار نادره. یعنی من با خبرنگارهای زیادی که حوزه امنیت ملی رو در آمریکا پوشش میدن صحبت کردم و کمتر کسی بود که بتونه با قاطعیت بگه که این حمله سابقه داشته. به چه معنی؟ به این معنی که ما حملات پهپادی یا درون رو در دوران آقای اوباما که تقریبا در اون دوره دست کم علنی تر شد و شروعش مشخص شد، به شکلی داشتیم در دولت که حتی در کنفرانس های خبری علنی و دولتی اسم حمله درون یا حمله پهپاد آورده نمیشد و از اون به عنوان دی ورد یا مثلا کلمه دال استفاده میکردن در کنفرانس های خبری. به هیچ وجه استفاده از اونها تایید نمیشد به خاطر جنجالی که استفاده از این پهپادها و حملات مسلحانه توسط اونها وجود داشت در حوزه بین المللی. طبیعتا الان یه مقدار با دستیابی کشورهای مختلف به این تکنولوژی، این قضیه از اون جنجالی بودنش کاهش پیدا کرده، ولی در عین حال هدف گرفتن مشخص یک فرمانده یا یک مقام ارشد دولتی، یک کشور در واقع مستقل به رسمیت شناخته شده در یک منطقه‌ای که منطقه نظامی یک کشور متحد یعنی عراق است، در یک پایگاه نظامی شما یک مقام ارشد دولتی و نظامی یک کشور به رسمیت شناخته شده رو هدف گرفته باشین توسط یک پهپاد نظامی، تقریبا میشه گفت که بسیار بسیار کم سابقه است، اگر بی سابقه نباشه. این حملات اغلب برای از میان بردن عوامل غیر دولتی، غیر وابسته به دولت‌ها و عواملی که در حملات تروریستی، حملات علیه منافع دولتی آمریکا مثلا اگر بخوایم در نظر بگیریم استفاده می‌شدن در کشورهای مثل یمن، افغانستان، پاکستان، کشورهای آفریقایی مثل سومالی. ولی اینکه در یک کشور متحد در پایگاه نظامی مشخص و علیه یک مقام عالی رتبه دولتی باشه بسیار بسیار کم سابقه است. ممنونم از مهرنوش پورزیایی همکارم در واشنگتن با ما. و اینجا در استودیو نفیسه کوهنورد با ماست. نفیسه، اتفاق در عراق رخ داده در کنار قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس هم کشته شده، معاون رهبری هشت شعبی. با این ضربه هشت شعبی در چه موقعیتی قرار میگیره؟ جمال، درسته که ابو مهدی مهندس در حقیقت یکی از فرمانده اصلی هشت شعبی محسوب می شد در عراق، اما این گروه ها گروه های مجزا و کوچیکی هستند که زیر یک چتر جمع شدن و هر کدوم از این گروه ها رهبری قوی داره. یعنی افرادی مثل هادی عامری هست که بدر رو فرماندهی می کنه، کسانی مثل قیس خزعلی هست که اصحاب اهل حق رو رهبری میکنه، جزایری هست که سرایا خراسانی رو رهبری میکنه و اینا هر کدومشون فرماندهی مجزای خودشون رو دارن و چون خودشون رو گروه های مقاومت میدونن، از این شرایط برای اینکه اتفاقا حقانیت خودشون رو به گفته خودشون ثابت بکنن استفاده میکنن. الان هم یک موقعیتی افتاد دستشون که تا الان تحت حمله گروه های مخالف دولت بودن و میگفتن که این گروه ها به هر حال تظاهر کننده ها رو کشتن، دستشون به خون تظاهر کننده ها آلوده است، گروه هایی هستن که با افراد فاسد در ارتباطن، اجازه میدن که ایران زیاد نفوذ داشته باشه، ولی الان یه حالت مظلوم هم یه مظلومیتی هم پیدا کردن در افکار، در بخشی از افکار عمومی بهتره بگیم. و این گروه ها تعلیم دیدن، آموزش دیدن، نقششون در زمان جنگ با داعش ثابت شده است و همون موقع هم تونستن فعالیت های زیادی بکنن. برای همین
گرچه از نظر معنوی براشون سخت سخت خواهد بود و بهت زده هستن، در حال حاضر واقعا بهت زده هستن و هیچ انتظار نداشتن. یعنی وقتی به واکنش هاشون نگاه میکنیم معلومه که به هیچ وجه انتظار چنین تحولی رو، اتفاقی رو نداشتن که همزمان هم قاسم سلیمانی هم ابو مهدی مهندس کشته بشه. اما اینکه بخوان از فعالیت هاشون کم بکنن یا کمتر مواضع آمریکا رو هدف قرار بدن به نظر نمیاد، و به نظرم نمیاد که این گروه ها قابل متلاشی شدن باشن فعلا در این مقطع. نفیس کوهنورد همچنان با ما هست. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن به ما پیوستند. آقای افشاری، حرف از اینه که ایران میخواد تلافی بکنه، چه گزینه ای برای تلافی ایران در اختیار داره؟ این اگه به صورت بالقوه بخوام نگاه بکنیم، خب یک به اصطلاح راهکارهای متنوع و متعددی رو جمهوری اسلامی در دست داره، از هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه که متعدد هستن، هدف قرار دادن مقامات ارشد نظامی گرفته، یا نقاط راهبردی و کلیدی آمریکا رو در عراق هدف قرار بدن، یا عملیات نامتقارنی رو در جاهای دیگه دنیا علیه مقامات آمریکایی هم سیاسی و هم نظامی اتخاذ بکنن. اینها همه یک محدوده گسترده رو در بر میگیره. اما اینکه جمهوری اسلامی به کدوم سمت میره یا اساساً هدف گذاریش رو در عملیات محتمل تلافی جویانه در حد قرار میده که بپذیره ریسک تحول اونو و ارتقا اون به یک رویاروی نظامی یا جنگ تمام عیار رو قبول بکنه، این با یک موانع جدی مواجه هست. ما اگر به سوابق تاریخی جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، اون چیزی که بر خلاف حالا اون موضع‌گیری های تند ظاهری خودشو نشون داده، چه در دوران رهبری آیت الله خمینی و چه در دوران رهبری آقای خامنه ای، همیشه اجتناب از رویاروی مستقیم نظامی با آمریکا بوده و این یک به اصطلاح جایی بوده که همیشه نظام ترمز تقابل رو کشیده و محدوده نزدیک شده. ولی عملیات اخیر که خب واکنش دولت آمریکا در هدف قرار دادن قاسم سلیمانی و همراهانش از جمله ابو مهدی مهندس خیلی سنگین و تحقیرآمیز هست، و از اون طرف هم واکنش نشون ندادن در کوتاه مدت و دوباره همون رویه قدیمی واکنش غیر تعجیلی یا نامتقارن رو به کار بستن برای جمهوری اسلامی خیلی دشوار هست. اما جلو بردن اون هم با توجه به رویکرد دولت ترامپ و همچنین حرکاتی که از قبل انجام داده، به نظر من فکر میکنم گزارش خبرنگار شما در واشنگتن به شدت یک طرفه بود. به هر صورت باید روایت طرف آمریکایی رو هم دید، یعنی دو طرف به هر صورت ادعاهایی رو میکنن و وارد یک رویاروی تقریبا نظامی شده بودن. قاسم سلیمانی اگر نگوییم نفر اول تشکیلات هشت و شعبی هست، بسیار اثرگذار هست در اونجا و شخصیتی نیست که فقط به عنوان یک مقام ارشد نظامی ایران شناخته بشه. اشاره کردیم، منتها حرف سوالی که میخواستم از شما بپرسم اینه که بعد از این اتفاق مشخصا سپاه قدس با توجه به اهمیت و وزنی که شما بهش اشاره کردید در چه شرایطی قرار میگیره؟ به سپاه قدس قاسم سلیمانی خیلی جایگاه کلیدی داشت، به نظر من نه در کوتاه مدت حتی در میان مدت هم قابل جایگزینی نیست. فاصله بین قاسم سلیمانی و اسماعیل قاهانی فاصله بسیار زیادی هست، الان در یک وضعیت شوک به سر میبره، اما به همون میزانم دور از واقعیت هست که فکر بکنیم سپاه قدس یا آقای خامنه‌ای بعد از این اتفاق دیدگاه‌هاشون رو کنار بگذارن. ما الان مواجه با یک وضعیت جدیدی هستیم، به همون میزان احتمال داره که ما شاهد بالا رفتن تنش‌ها و درگیری‌ها بین ایران و آمریکا باشیم، دیگه جنگ نیابتی خارج بشه و به یک رویاروی مستقیم نظامی ولی محدود منجر بشه که البته قطعیت نداره. ولی از اون طرف هم اگر اون سابقه قدیمی رو در نظر بگیریم، ممکن استش که برخلاف اینکه الان همه نگران هستن که درگیری‌ها افزایش پیدا بکنه، ناگهان مسیر معکوس بشه و ارزیابی واقعی طرفین از موازنه قوا. چون ببینید آمریکا در این اقدام سعی کرده یک پیام صریحی رو به مقامات جمهوری اسلامی بده که به هیچ عنوان تحرکات نامتقارن اونها یا
دست زدن به عملیات طریق نیروهای وابسته غیر ایرانی را قبول نمی‌کنه، مسئولیتش رو بر عهده حکومت می‌دونه، نفر اول نظامیش در منطقه رو زده و حتی به نظر من تلویحاً این پیام رو به مقامات جمهوری اسلامی داده که حتی خود آقای خامنه‌ای هم ممکنه در امان نباشه و در فرصتی آمریکای برخورد با اون هم انجام بده. بنابراین وضعیت بسیار پیچیده‌ای برای جمهوری اسلامی هست در این شرایط. واقعا ارزیابی این که دقیقاً چه خواهد شد دشوار هست و سناریوهای محتملی از این اتفاق ممکنه بیرون بیاد، ولی آن چیزی که مشخص هست اگر کار بخواد به درگیری متقارن نظامی منجر بشه، قطعا جمهوری اسلامی در برابر آمریکا آسیب پذیر هست و هر چقدر هم بخواد صد تنش رو بالاتر ببره، در مجموع هم خودش ضربات بیشتری رو متوجه میشه و هم کشور رو در وضعیت بسیار خطرناکی قرار میده و همین الان اقتصاد رو به احتضار ایران نفس مردم رو گرفته، وای به حال اینکه بخواد دوباره سایه یک جنگ هم بر کشور بیفته. بنابراین واقعا انتخاب‌هاشون علارغم اینکه بالقوه میتونه گسترده باشه، ولی بالفعل با محدودیت‌های جدی مواجه هست، مگر اینکه بخواد یک واکنش احساسی صورت بگیره و همون خطای محاسبه‌ای که در هفته‌های گذشته شاهدش بودیم از طریق بالا بردن سطح تقابل با آمریکا در عراق. ممنونم از علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن. نفیسه، اشاره شد به اینکه سطح تنش‌ها ممکنه بالا بره و همینطور از گروه‌های متحد ایران هم در این تنش‌ها استفاده بشه. در این شرایط دولت عراق چه موقعیتی پیدا کرده؟ دولت عراق در گذشته خودش با مشکلات زیادی دست به گریبان بوده. الان دولت عراق با وضعیت بسیار بغرنجی مواجهه. ما میبینیم که خب عادل عبدالمهدی مشخصا میاد یک بیانیه بسیار تندی رو میده و قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس رو شهید میخونه و میگه که این توهین و در نظر در عبور از خطوط استقلال و تمامیت ارضی عراق. و در طرف مقابل مقتدی صدر رو میبینیم که میاد بیانیه میده و میگه که من جیش المهدی رو آماده خواهم کرد برای اینکه اگر لازم شد جواب چنین حمله‌ای رو بدیم. جیش المهدی گروهیه که در زمان بعد از سقوط صدام از 2003 تا 2008 با نیروهای آمریکایی می‌جنگیدن، از طرف ایران هم حمایت می‌شدن، بعدش منحل شدن. حتی این گروه‌ها به نوعی به سمت گروه‌های نزدیک‌تر به عربستان سعودی و مخالف ایران رفتن، ولی الان می‌بینیم که دوباره دارن میان به این سمت. و خود وزارت دفاع عراق هم جالب، همین الان که داشتم نگاه می‌کردم الان بیانیه داده، به خاطر اینکه خب وزارت دفاع همه نیروهاش با نیروهای آمریکایی دارن کار می‌کنن، ولی این بیانیه‌ای که داده مشخصاً به حمله پهپاد آمریکایی اشاره کرده و ابو مهدی مهندس رو شهید خطاب کرده و گفته که اون یک قهرمان بوده که توسط نیروهای آمریکایی کشته شده. یعنی الان اینها تو وضعیت بسیار بغرنجی هستن. خود دولت هم که نصف نیمه بود، به خاطر اینکه نخست وزیر عراق استعفا داده بود، هنوز بر سر کاره ولی استعفا داده بود، روند تشکیل دولت دوباره قرار بود از سر گرفته بشه و الان یک باره یک همچین بحرانی شکل گرفته که به گفته خیلی ها بزرگترین بحرانیه که بعد از سقوط صدام برای دولت عراق اتفاق داره میفته، برای ساختار حکومتی عراق داره اتفاق میفته که اینطور در خاکش دو تا مقام رو میزنن و همه منتظرن که اونها یک واکنشی نشون بدن. خب یک طرف هم ما تظاهر کننده ها رو داریم میبینیم که همچنان در بخشی از عراق تظاهر کننده های مخالف دولت حضور دارن، در یک طرف هم گروه هایی هستن که هر روز دارن خشمگینتر و خشمگینتر میشن و به نظرم نمیاد که دولت بخواد جلوی اونها رو یا نمیتونه بگیره یا بخواد اصلا بگیره با این وضعیتی که داره پیش میره. ولی به هر حال خیلی وضعیت سخت و دشواری موندن بین ایران آمریکا و الان هم خون یک فرمانده خودشون عملا ریخته شده. از قرائن اینطور
برمیاد که حضور آمریکا در عراق ممکنه با چالش‌های مواجه باشه، ولی در مناطق کردنشین چه؟ اونها هر از گاهی ابراز تمایل می‌کردند و سعی می‌کردند که رابطه خودشون رو با آمریکا در سطح قابل قبول یا خوبی نگه دارن. درسته که بعد از همه پرسی استقلال عراق یک شکرابی بین آمریکا و کردها شد، به خصوص که به حال نیروهای آمریکایی چشم بستن برای پیشروی نیروهای ارتش عراق به سمت کرکوک و پس گرفته شدن کرکوک از کردها، که به نوعی میگن که قاسم سلیمانی مغز متفکر همون عملیات هم بود و رایزن اصلی اون عملیات هم بود. اما همیشه کردستان عراق برای نیروهای آمریکایی جزو امن‌ترین مناطقه. کردستان عراق منطقه‌ایه که نیروهای آمریکایی، مقامات آمریکایی خیلی راحت بیرون میان. شما در بغداد و مناطق دیگه شما نمیتونید این نیروها رو خارج از پایگاه‌هاشون ببینید. در عراق، در کردستان عراق هم الان دارن بزرگترین کنسولگری منطقه رو ساختن و داره تموم میشه، هم تعداد نیروهاشون رو دارن افزایش میدن، یعنی نیروهایی هم که از سوریه داشتن میومدن بخشیشون رفتن اونجا. اما اینکه کردها تا الان سکوت کردن، ولی اینکه کردها بخوان تا چه حدی هزینه بدن و بخوان به خاطر اون بی‌اعتمادی هم که بین اونها ایجاد شده، از یک طرف دارن میبینن که آمریکا با یگانهای مدافع خلق در سوریه چه کار کرده، اونها رها کرده و گذاشت که ترکیه پیشروی بکنه علیهشون، خودشون تجربه همه پرسی رو دارن و این مسئله هدف قرار دادن دو تا فرمانده، هر چقدر هم که کردها بدشون بیومد از این دو فرد، اتفاقا خیلی از کردها مخالف این دو فرد بودن و حتی اونها رو عامل اصلی شکست همه پرسی کردستان عراق میدونستن، اما بعیده که کاملا اجازه بدن که آمریکا راحت بیاد، مگر اینکه دیگه کلا بگن که ما داریم از دولت عراق جدا میشیم، چون اینطور هم نیستش که راحت خود آمریکایی ها هم بتونن به راحتی برن و اونجا پایگاهشون رو گسترش بدن. ممنونم از نفیسه کوهنورد. به محض اینکه اطلاعات تازه‌ای به دست ما برسه، باز هم با نفیسه کوهنورد در مورد پیامدها و همینطور تبعاتش صحبت می‌کنیم. فعلا از کابل فردین هاشمی، استاد روابط بین الملل، به ما پیوستند. آقای هاشمی، در افغانستان بعضی از شخصیت‌های سیاسی به شدت این حمله رو محکوم کردند، بعضی هم سکوت اختیار کردند. فکر میکنید که نگاه غالب در اونجا چه است؟ نگاه غالب در افغانستان، خب با توجه به اینکه نوع دیدگاهی که ایران نسبت به عراق داره نسبت به افغانستان تا حدودی متفاوت است، یک نوع سکوت توأم با صبر است تا در واقع مشخص بشه. اکثر در واقع شخصیت‌های سیاسی موقف سیاسی مشخص اعلام نکردن، نهادهای دولتی، و بیشتر اون چیزی که شما مطرح ساختن یک سری شخصیت ها دیدگاهشون رو مطرح ساختن، ولی در افغانستان عمدتا در قشر عام جامعه یک نوع نگاه مخالف با ترور آقای سلیمانی است، ولی در سطح نهادهای دولتی بیشتر یک نوع سکوت همراه با صبر است. تا چه اندازه قاسم سلیمانی فردی بود که در افغانستان مورد توجه باشه؟ ما میدونیم که از لشکر فاطمیون یاد میشد که نام اونها با قاسم سلیمانی گره خورده و حضور اونها در سوریه. ببینید، در افغانستان چیزی که مطرح هست در حوزه سیاست خارجی عمدتاً توی که بر اساس اشخاص باشه، میشه گفت که نوع نگاه ایران به افغانستان عمدتاً باید بگیم که بیشتر در عراق متمرکز بوده، یعنی سیاست خارجی ایران تمرکز بیشتر بر تحولات عراق و عمق استراتژیک پیدا کردن در کشور عراق بوده، و موضوع افغانستان وقتی که مطرح شده در سیاست خارجی ایران عمدتاً در 18 سال گذشته بیشتر تلاش داشته که نوعی نفوذ همراه با کنترل داشته، اما نه به عنوان یک منطقه استراتژیک. بنابراین وقتی که راجع به اشخاصی مثل آقای سلیمانی در افغانستان صحبت میشه، من فکر میکنم که دیدگاه ها بیشتر بر خود سیاست ایران متمرکز است تا بر اشخاص، هرچند که نباید از نفوذ سپاه قدس در افغانستان انکار کرد، ولی نهایتا اون چیزی که در افغانستان خصوصا دوره آقای غنی مطرح بوده است عمدتا خود دولت ایران بوده تا اشخاصی که در افغانستان نقش ایفا میکنند. فرمودید که سپاه قدس در افغانستان هم نقش ایفا میکنه، به چه شکل؟
ببینید چیزای تایید نشده وجود داره. خب این برمیگرده به دهه 1980 عمدتاً، زمانی که ایران تلاشش خودش به اسم ملقرا جان اسلام مطرح بسازه. جنگ داخلی که در افغانستان زمان جهاد دهه 1980 مطرح بود، زمینی نفوذ ایران بیشتر مطرح ساخت. خب طبیعتاً سپاه پاسداران در اینجا نقش داشته است. دهه 1990 وقتی که نگاه میکنید، حمایت از بعضی از تنظیم‌های جهادی از طرف ایران این زمینه نفوذ بیشتر کرده بود و با 11 سپتامبر حضور ایالات در افغانستان ما بیشتر شاهد بودیم که در ابتدا خصوصا ایران نوی همکاری هم در واقع شکست طالبان و رفتن طالبان از افغانستان خود ایالات متحده آمریکا ایفا کرد، ولی به تدریج ما شاهد ازی بودیم که کشمکش‌ها و تنش‌ها در افغانستان هم به عنوان یک منطقه‌ای که میتونه ایران نفوذ داشته باشه به شکل سنتی داعش مطرح بوده است و حمایت از برخی از گروه‌ها در افغانستان از سوی ایران صورت گرفت که بیشتر به عنوان چالش برای ایالات متحده آمریکا برای حضورش در افغانستان مطرح بوده است. حال تمامی مواردی که میگذاریم و مقایسه میکنیم، میشه گفت که در خصوص افغانستان وقتی بحث ترور آقای سلیمانی مطرح میشه، بو اندازه که شما در عراق و منطقه شرق میانه تحولات شاهد هستین یا تنش‌ها میتونه بالا بگیره، طبیعتاً در افغانستان بی‌صد نمیتونه باشه. ممنونم از فردین هاشمی استاد دانشگاه از کابل با ما. ابو مهدی مهندس معاون فرمانده گروه 8 شبی هم در حمله نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد، همونطور که ما هم اشاره کردیم. ابو مهدی مهندس 65 سال داشت و تقریبا همسن سال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود. او در کنار قاسم سلیمانی در نبرد با داعش شرکت داشت و از فرماندهان مهم این گروه و همینطور گردانهای حزب الله عراق به شمار می‌رفت. مهدی بیگ نگاهی کرده به زندگی و فعالیت‌های سیاسی و نظامی او. جمال جعفر ابراهیم ملقب به ابو مهدی مهندس فرمانده میدانی شبه نظامیان 8 شعبی، از فرماندهان ارشد گردانهای حزب الله عراق و فرمانده سابق سپاه بدر. جمال ابراهیمی از دشمنان سرسخت آمریکا که نامش در فهرست سیاه این کشور بود. اگر تو لیست سفید آمریکا هستن خیلی واویل است. او چند روز پیش با اتهام سازماندهی حمله به سفارت آمریکا در عراق روبرو و امروز صبح در حمله نیروهای آمریکایی در بغداد کشته شد. در کنار همرزمش قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران. ابو مهدی مهندس سال 1333 در بصره متولد شد. پدرش عراقی و مادرش ایرانی بود. دو سال قبل از انقلاب ایران تحصیلاتش را در رشته راه و ساختمان در بغداد تمام کرد. بعدها روابط بین الملل هم خواند. کار سیاسی را با پیوستن به حزب دعوت اسلامی از گروه‌های اسلامگرای شیعه در عراق آغاز کرد. حزبی مورد حمایت حکومت ایران که حزب بعث عراق و صدام حسین با آن به شدت مخالف بودند. با شدت گرفتن مخالفت صدام به کویت رفت. به گفته خودش یک نامه رسمی برای استخدام جعل کرد و با استفاده از آن به عنوان مهندس عضو جامعه مهندسین کویت شد. سال 1983 و بعد از انفجار سفارت آمریکا و فرانسه در کویت به اتهام مشارکت در این انفجارها تحت تعقیب قرار گرفت. او این اتهام را رد کرد، اما نه می توانست در کویت بماند و نه به عراق برود. پس راهی ایران شد. در ایران آموزش نظامی دید و بعدها فرمانده سپاه بدر از گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران شد. او در جنگ ایران و عراق در کنار نیروهای ایرانی با صدام جنگید. سال 2003 با سرنگونی صدام حسین به عنوان مشاور امنیتی ابراهیم جعفری، اولین نخست وزیر عراق پس از حمله آمریکا، فعالیت کرد. دو سال بعد عضو مجلس اعلای اسلامی عراق شد، اما به گفته خودش مدتی بعد تصمیم گرفت که عضو هیچ گروه سیاسی نباشد و مستقل فعالیت کند. او در سال 2014 پس از تشکیل بسیج مردمی عراق موسوم به 8 شعبی معاون رئیس این گروه شد. ابو مهدی مهندس پیشتر گفته بود نیروهای بسیج مردمی از حمایت مستقیم و اساسی ایران برخوردارند، اما شاید آشنایی مردم ایران با ابو مهدی مهندس فروردین پارسال و پس از سیل خوزستان بیشتر شد.
به گفته مقام‌های ایران، او و نیروهای هشت شعبی برای امداد رسانی به سیل‌زدگان به ایران آمده بودند. اما مخالفان حکومت ایران گفتند حضور هشت شعبی و فرمانده آن برای امنیتی کردن فضاست. اما علاقه خاص ابو مهدی به ایران به کنار، به نظر میرسد او رابطه ویژه‌ای هم با قاسم سلیمانی داشت. رابطه سرباز. سرباز هاش قاسم؟ سرباز هاش قاسم. به افتخار بگفت. اکنون میتواند یک دل سیر بخوابد. افتخاری که حالا احتمالاً با کشته شدن در کنار قاسم سلیمانی تکمیل تر هم شده. کشته شدن در راه جهاد. چیزی که به گفته خودش همواره انتظارش را داشت. راحتم تو جهاد، تفریحم تو جهادم. سیاحت امت جهاد، رسول الله میگه. همکارم ژیار گل اینجا در استودیو با من. ژیار، اشاره شد به هشت شعبی، به شخصیتی مثل آقای ابو مهدی المهندس. سیاست ایران برای توسعه نفوذ منطقه‌ایش یا جمهوری اسلامی در تمام این 40 سال کم و بیش ادامه داشته. قاسم سلیمانی تا چه اندازه فردی کلیدی بود برای این که این سیاست‌ها رو هماهنگ بکنه، منسجم بکنه، مشخصاً در عراق، سوریه و لبنان؟ ببین، قاسم سلیمانی حدود 20 ساله که فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران رو به عهده داره و در این مدت نفوذ ایران در منطقه گسترش پیدا کرده و همزمان بود با حمله آمریکا به عراق و در حقیقت میشه گفت ایران در این مناطق رابطه خیلی نزدیکی با گروه‌هایی داشت که ماندگار بودن. جمهوری اسلامی ایران همواره روی گروه‌های سرمایه‌گذاری می‌کرد که اینها در منطقه ماندگار بودن و می‌تونستن بر روی سیاست‌های اون کشورها تأثیر بگذارن. به همین جهت میشه گفت با خیلی از کسایی که صحبت می‌کردیم، مثلا در عراق، من یادمه با یکی از مسئولان بلندپایه عراقی وقتی که صحبت کردم گفتن چند روز پیش قاسم سلیمانی اینجا بوده، شما چطور با ایشون، با یک فرمانده نظامی ایران دیدار کردی؟ عصبانی شد، به من برگشت گفت هر کسی در عراق میخواد با ایران صحبت کنه باید با قاسم سلیمانی صحبت کنه. در حقیقت میشه گفت در چند سال گذشته تمام سیاست‌های ایران در منطقه خاورمیانه از طریق قاسم سلیمانی داشت هماهنگ میشد و ایشون در حقیقت سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه پیاده میکرد. و من یادم 2 سال پیش هم وقتی که، اگه تصاویری داریم پخش بشه، 2 سال پیش هم وقتی که پدر قاسم سلیمانی فوت کرد در تهران، خیلی از چهره‌های مشهور گروه‌های شبه نظامی منطقه از سوریه، عراق، حتی افرادی از فلسطین اومده بودن برای مراسم ختم آقای سلیمانی، ختم پدر آقای سلیمانی در تهران. و این خود نشون میداد که به هر حال اعتبار و قدرت و محبوبیت ایشان در میان این گروه‌ها رو نشون میداد. خب از طرف دیگه هم اگه یادتون باشه، خیلی ها در اعتراضات 2 سال پیش همون تصاویر آقای سلیمانی رو در ایران پایین کشیدن، چرا که معتقد بودن هزینه های زیادی، میلیاردها دلار ایران داره پولاشو در اون کشورها سرمایه گذاری میکنه که میبایستی در ایران سرمایه گذاری میشد. گفته شده که قبلا هم آمریکا 1-2 بار در این موقعیت قرار گرفته بود که آقای سلیمانی در تیررس نیروهای آمریکایی باشه. چطور حالا به این نتیجه رسیدن که ماشه رو بکشن؟ ببینید، در سال 2007 اگه اشتباه نکنم، نیروهای ویژه ارتش آمریکا به کنسولگری ایران در اربیل حمله کردند و گفته شد اون موقع هدف فرماندهان بلندپایه نیروی قدس سپاه بوده. اونا متهم شده بودند که دارن به گروه‌های شبه نظامی، نه فقط شیعه، به سنی ها دارن کمک میکنن که به نیروهای آمریکایی حمله بکنن. و به همین جهت بود، همون موقع هم میگفتن که صدها سرباز آمریکایی به خاطر فعالیت های سپاه قدس اونجا کشته شدن. اون موقع به هر حال گفته شد که رهبران کرد قبل از اینکه نیروهای آمریکایی برسن ظاهرا به اونا گفتن و فرار کردن. چند دیپلمات ایرانی که گفته شد عضو سپاه قدس بودن دستگیر شدن. بعدها چند سال پیش هم یکی از روزنامه‌های آمریکایی گزارش داد که اسرائیل می‌خواسته در دوران دولت اوباما که آقای سلیمانی رو به هر حال هدف قرار بده و بکشه، و ظاهرا می‌گفتن که دولت آقای اوباما به خاطر اینکه می‌خواسته مذاکره کنه با ایران، مسئله برجام در پیش بوده، در اون موقع به هر حال گفته شده بود، در اون روزنامه ادعا کرده بودن که به قاسم سلیمانی، به ایران گفتن که هدفه که ایشون متوجه این حمله شده و به هر حال اونجا رو ترک کرده. به همین جهت در گذشته هم صحبت‌های
زیادی درباره آقای سلیمانی شد. آقای سلیمانی قبلا زیاد ازش حرف زده دربارش زده نمیشد. میشه گفت با جنگ داخلی در سوریه و میشه پیروزی هایی که دولت سوریه کسب کرد در میدان جنگ، ما دیدیم آرام آرام اسم ایشون، چهره ایشون در مطبوعات ایران و بعدها در مطبوعات بین المللی ظاهر شد. شیار، تو چندین مستند و گزارش تحقیقی درباره فعالیت های نیروی قدس سپاه تهیه کردی، بخشی از اون رو که توضیح میدادی هم ما پخش کردیم. با حذف قاسم سلیمانی بیشتر چه سناریوی محتمله؟ تنش بیشتر یا تغییر سیاست های ایران؟ ببین، رهبران ایران قاسم سلیمانی تمام این سیاست هایی که در منطقه اجرا شده، حمایت از گروه های شبه نظامی در کشورهای مختلف، من بعید میدونم که این ایده و تفکر یک نفر بوده باشه. اما خب در چند سال گذشته جمهوری اسلامی ایران، حکومت ایران، بخصوص دستگاه، بخصوص افراد نزدیک به رهبر، خیلی چهره و شخصیت آقای قاسم سلیمانی رو بزرگ کردن. من بعید میدونم ایران تغییر رو بده بعد از اینکه با حذف آقای سلیمانی. اما اگه نگاه کنیم که تصمیمی که آمریکا گرفته با هدف قرار گرفتن شخصیتی مثل قاسم سلیمانی، میشه گفت آمریکایی‌ها هم مساهم هم هستند که جلو نفوذ ایران رو در منطقه بگیرن و احتمالاً با ایران روبرو بشن. و با توجه به شرایط کنونی، ما ماه گذشته اعتراضات وسیعی در داخل ایران داشتیم علیه حکومت ایران، حتی شعارهای علیه سیاست های ایران در منطقه، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، اینها رو شنیدیم. سوال اینجاست آیا رهبران ایران با توجه به مشکلاتی که در داخل کشور دارن حاضر خواهند بود با آمریکا روبرو بشن؟ آمریکایی که به نظر میرسه با هدف قرار دادن بالاترین مقام نظامی ایران مصممه که با ایران مقابله بکنه. ممنونم از همکارم ژیار گل. باید اضافه بکنم که لحظاتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیام‌هایی رو بر روی سایت توییتر منتشر کرد، بر روی حساب توییتری خودش، و گفت که سرلشکر قاسم سلیمانی هزارها آمریکایی رو کشته بود یا به شدت مجروح کرده بود و داشت برنامه ریزی میکرد که بیشتر هم به آمریکایی‌ها ضربه وارد کنه، ولی گیر افتاد، کشته شد. او به طور مستقیم و غیر مستقیم مسئول مرگ میلیون‌ها نفر است به گفته آقای ترامپ، از جمله تعداد زیادی از معترضانی که در ایران کشته شدند. و آقای ترامپ ادامه داده، در حالی که ایران هیچ وقت این را نخواهد پذیرفت، اما در داخل ایران مردم از سلیمانی متنفر بودند و از او میترسیدند. آقای ترامپ اضافه کرده که مردم ایران اصلا اونقدر متاسف نیستند که رهبران ایران قصد دارند در بیرون از ایران جلوه بدهند، چرا که او باید سالها قبل از میان برداشته میشد و کشته میشد. این پیامی بود که لحظاتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر روی شبکه توییتر، بر روی حساب توییتری خودش منتشر کرد. در هر صورت در پی کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا و نگرانی از تشدید تنش در خاورمیانه، قیمت نفت به مقدار قابل توجهی بالا رفت. بهای نفت برنت بیشتر از 4% افزایش یافت و هر بشکه $69.16 فروخته شد. این بیشترین افزایش قیمت نفت در 3.5 ماه گذشته بوده. سارا وخشوری، کارشناس نفت و انرژی از واشنگتن، با ماست. خانم وخشوری، وقتی که خبر رو شنیدید در مورد قیمت ها چه ارزیابی داشتید؟ این نکته خیلی مهمیه، به خاطر اینکه معمولا ما با توجه به قیمت های بازار میتونیم متوجه بشیم که بازار چه انتظاری داره. و بلافاصله بعد از اینکه پنتاگون خبر کشته شدن این خبر رو تایید کرد، حتی قبل از اینکه ایران تهدید کنه و رهبران ایران تهدید کردن برای انتقام سخت، حتی قبل از هر گونه تهدید قیمت‌های نفت به سرعت 4% افزایش داشت. و این نشون میداد که انتظاری که بازار داره این هست که بعد از کشته شدن آقای سلیمانی، نگرانی در بازار از تنش‌ها و عدم امنیت بیشتر شده تا اینکه امن. یعنی اگر که شما نگاه کنید، روند قیمت‌ها نشان دهنده تنش در بازاره و نشون میده که بازار انتظار داره که یک سری اتفاقاتی رخ بده که عرضه نفت از خاورمیانه مخصوصا به مخاطره بیفته و امنیت بیشتری رو نمیبینه. چون ما اگر که فرض کنیم بازار احساس امنیت میکرد، قیمت‌ها به جهت مخالف حرکت میکرد.
3-4 دلار البته کمتر یا بیشتر قیمت جابجا شده، قیمت نوسان داشته. آیا مطابق انتظار هست؟ به خاطر اینکه وقتی نگاه میکنیم به تحلیل ها، بعضی میگن که گویی جرقه‌ای در انبار باروت افتاده. دقیقا، من اول عذرخواهی میکنم به خاطر صدام. این حرفی که شما میزنید دقیقا درست هست و انتظاری که ما داریم اینه که این نوسانات قیمت و بهش پریمیوم میگیم یا عامل نگرانی روی قیمت ها خیلی مداومتر باشه از فرض کنین اتفاقی که در مورد تاسیسات آرامکو افتاد. برای اینکه وقتی که تاسیسات آرامکو مورد حمله قرار گرفت، بازار یک ارزیابی دقیق داشت که چقدر فرض کنین تولید عربستان و برای چه مدت از بازار دور خواهد ماند. ولی الان بازار نمیدونه که اقدامات تلافی جویانه ایران چی میتونه باشه و اینکه آیا این اقدامات به تولید و عرضه نفت آسیبی میرسونه و اینکه آیا موجب فرض کنید درگیری های بزرگتری میشه یا نه. و اینکه این اتفاق توی عراق افتاده و شما اگر توجه کنین، عراق یکی از تولید کننده های خیلی بزرگ بازار هست و هم اوپک هم توی بازار که خیلی از برشت ایران الان تحریمه، خیلی از بازارهای ایران رو گرفته و بعد ما عربستان رو داریم که یک بار مورد حمله قرار گرفت. بنابراین بازار خیلی نگرانه. اما یه نکته مهمی که وجود داره اینه که آقای ترامپ در از بعد و ورودشون به کاخ سفید کلن دوره ریاست جمهوریشون متفاوت با دوره آقای اوباما. من از دید نفتی بررسی میکنم. آمریکا در ماه‌های گذشته تبدیل شد به بزرگترین صادرکننده خالص مواد نفتی، یعنی صادراتش از وارداتش بیشتره و نیاز زیادی نداره به نفتی که از خاورمیانه میاد. بنابراین لزومی نداره برای آمریکا که فرض کنه مالیات دهنده های آمریکایی پول زیادی رو بدن که ارتش آمریکا این منطقه رو امن کنه برای نفتی که فرض کنین به چین میره. بنابراین آقای ترامپ خیلی روشن در این دوره چندین بار گفت که باید کشورهای خاورمیانه برای امنیتشون به ما فرض کنین پول بدن و اینکه یا ما بقیه کشورهایی که نفت از خاورمیانه میارن خودشون هم باید در حفظ امنیت کوشا باشن، که یعنی تلاش کنن که ما دیدیم خیلی از کشورها مثل ژاپن، انگلیس، اروپایی ها کشتی های نظامیشون رو فرستادن برای حفظ امنیت نفت از این منطقه. هرچی که خاورمیانه نفتش ناامن‌تر بشه، میزان وابستگی دنیا به نفت آمریکا که منطقه امن هست بیشتر میشه و مسلما شما از بعد امنیت انرژی جهان نگاه کنین آمریکا اهمیتش بیشتر میشه. و در نهایت با توجه به تحولاتی که به این سمت در حال حرکت هست، امکان داره که عراق قربانی بعدی بازار نفت باشه، به معنای این که صادرات نفت از اونجا اگر کاملا مختل نشه با اختلال همراه باشه؟ بله، با اینکه دولت عراق، دولت رسمی عراق خیلی سعی کرد که خودش رو از اختلافات بین آمریکا و ایران جدا نگه داره، ولی انتظار میره که عراق مرکز ناامنی ها، مرکز درگیری هایی که بین آمریکا و ایران خواهد بود برای انتقام جویی ایران باشه. و یه نکته که هست اینه که جست چند روز قبل از یا همون روز آخر سال گذشته آمار و اطلاعاتی اومد بیرون که ایران نفتش رو در بعضی شبها یا توی تاریکی منتقل میکنه مقداری به عراق و از اونجا به سوریه میفرستن و از اونجا خیلی سوال پیش اومد که آیا آمریکا این پالایشگاه ها و بنادری رو که زمانی دست داعش بود و الان دست نیروهای ایران افتاده، آیا فرض کنیم بمباران خواهد کرد، از بین خواهد برد؟ ولی این جواب پیش میمد که تا زمانی که دولت عراق این اجازه رو به آمریکا نده، آمریکا نمیتونه در روند این پروسه دخالتی کنه و مشخص نیست بعد از این اتفاقی که افتاده روند صادرات نفت ایران حالا به این ترتیبی که گزارش شد توی بازار از عراق به سوریه به چه ترتیبی خواهد بود. ممنونم از سارا وخشوری، کارشناس انرژی از واشنگتن. ماما
رامین قوامی کارشناس مسائل خاورمیانه هم از ادینبورگ در بریتانیا با ماست. آقای قوامی، خانم وقشوری به ابعاد اقتصادی پرداختن، خبرنگاران ما، تحلیلگران ما هم به ابعاد سیاسی پرداختن. آمریکا به نظر میاد که عملکردی مخاطره آمیز داشته، کاری که کرده از نظر بسیاری از تحلیلگران خطرناک ارزیابی میشه، ولی آن چیزی که به دست آورده با این خطری که کرده تناسب داره؟ بله، ببینیم، برای اولین بار هستش که آمریکا از خود شیوه های جمهوری اسلامی استفاده میکنه، یعنی شیوه های نامتعارف در مقابله با ایران، و این میتونه در واقع دست آمریکا رو در مسائل منطقه‌ای و حتی در کمپین فشار حداکثری بالا ببره. و به نظرم نه تنها اینکه جمهوری خواه، حتی دموکرات ها هم تا حدودی در واقع موافق این حرکت آقای ترامپ بودن، اگرچه انتقادهایی هم دارن و چون نمیخوان که کاملا 100% این مسئله رو تایید کنن. ولی در آینده خواهیم دید که در واقع آمریکا متحدان بیشتری رو در منطقه جذب خواهد کرد، هم در عراق و هم در کل منطقه. مسئله مهمی که اینجا هستش به نباید فراموش بشه این هستش که نباید اینطور فکر کنیم که این حرکت آمریکا یک حرکت کاملا مستقل بوده و به دور از هماهنگی با کشورهای اروپایی و بالاخص بریتانیا و فرانسه بوده باشه، و حتی کشورهای منطقه‌ای مثل اسرائیل، عربستان، امارات و سایر کشورهایی که ایران رو به عنوان یک تهدید قلمداد می‌کنند. پس این حرکت آمریکا کاملا برنامه‌ریزی شده بوده و برخلاف بعضی از اظهار نظرها در واقع قابل پیش بینی بود تا حدودی. خیلی خب، شما گفتید که ممکنه متحدان جدیدی در منطقه پیدا بکنه آمریکا، ولی در همین عراق سطح خشم به نظر بسیار بالا میاد. چطور در این شرایط قادر خواهد بود آمریکا خودش رو در اونجا حفظ بکنه؟ ببینید، مسئله اطلاعاتی که این حمله چطور انجام گرفت خودش گواهی این امر هستش که آمریکا در حال حاضر اون متحدای جدید رو به دست آورده. اطلاعاتی که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهندس شد، این اطلاعاتی بوده که از درون خود هشت شعبی و سپاه پاسداران نفوذ کرده و حتی یه سری از در واقع کسان سیاستمداری یا افراد برجسته عراقی هستش. از یه طرف ما اعتراضاتی رو میبینیم نسبت به سیاست‌های آمریکا در عراق از طرف نیروهایی که به جمهوری اسلامی وابسته هستن، ولی از سوی دیگر ما میبینیم که مردم عراق، اکثریت مردم عراق با سیاست‌های ایران مخالف هستن. و ما نباید عراق رو به عنوان یک کشور یا در واقع یک ملت یک پارچه نگاه کنیم. کردها به عنوان مثال کاملا ساکت هستن و این سکوتشون نشانه رضایتشون هستش. سنی ها، بعضی از چهرهای برجسته سنی هشت شعبی رو محکوم کردن، چون خیلی از در واقع کسایی که ادعای این رو داشتن که بله آمریکا سنی ها رو از دست داده، این حرکت و کشته شدن ابو مهندس و قاسم سلیمانی احتمال این که متحدان جدیدی رو در بین سنی های عراق برای آمریکا جذب کنه وجود داره. و در بین شیعه هم همینطور، شیعه ها در واقع متحد نیستن، متحد در این هستن که باید عراق تحت کنترل شیعه ها باشه، اما در مورد چگونگی این کنترل مشکلات و اختلاف نظرهای بسیار جدی دارن که احتمال این که بسیاری از شخصیت‌های برجسته و نیروهای مهم شیعی در عراق به سمت آمریکا برن وجود داره. و در نهایت آیا افراد دیگری در سطوح مختلف سپاه پاسداران با این اتفاقی که افتاده میتونن احساس امنیت بکنند، خصوصا اونهایی که به خارج از ایران رفت آمد دارن، در جاهایی مثل لبنان، سوریه یا حتی دوباره در همین عراق ظاهر میشن؟ خیر، در واقع این یک پیام بسیار روشنی هست، نه تنها در منطقه بلکه در خود ایران. اگه ایران، در واقع آمریکا، ایران رو در موقعیت بسیار دشواری قرار داده. الان جواب ایران به این کشته شدن قاسم سلیمانی و فرماندهان رده بالای هشت شعبی جوری هستش که ایران در واقع گیج شده. تهدید میکنن اما نحوه پاسخگوییشون براشون بسیار سخت خواهد بود، و این یک پیام روشن از طرف آمریکا هستش که
فرمانده های سپاه پاسداران، کسایی که نیروهای آمریکایی و منافع آمریکا و متحدینشون رو مورد تهدید قرار بدن رو از بین خواهند برد و این در منطقه و حتی شاید ما شاهد یک سری حملات در داخل خود ایران باشیم از این به بعد، چون آمریکا با کشتن قاسم سلیمانی در واقع خاص به آیت الله خامنه ای و تمام سران جمهوری اسلامی یک پیام واضحی رو بفرسته که از این به بعد با شیوه های نامتعارف هم با جمهوری اسلامی مبارزه خواهد کرد. ممنونم از رامین قوامی، کارشناس مسائل خاورمیانه از ادینبورگ با ما. اینجا در استودیو باز هم با یکی دیگه از همکارانمون هستیم، مهرداد فرهمند با ماست. مهرداد، واکنش‌ها در سطح جهانی خیلی وسیع بوده، ولی از جهان عرب چه خبر؟ کلاً یک فضای حراسی رو میشه حس کرد با نگاه به رسانه‌هاشون و فعالیت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه، چرا که انتظار دارن که ایران به این حمله پاسخی بده و برآورد میکنن که این پاسخ در حال در همین منطقه خاورمیانه خواهد بود و در خاک یکی از همین کشورهای خاورمیانه. واکنش رسمی از جانب کشورهای منطقه، جانب دولت مردان فعلا نبوده، اما در اظهار نظرهای کارشناسان و کسانی که میارن در شبکه‌های تلویزیونی صحبت میکنند، عموما معتقد هستند که بیشترین نظرها بر حاکی از این هستش که فکر میکنند پاسخ ایران از طریق بازوهاش در منطقه خواهد بود، نه مستقیم، یعنی مانند گروه‌های شبه نظامی در عراق یا حزب الله لبنان یا اینکه حوثی‌های یمن، اینها بیان و ممکنه که اون چیزی رو هم که هدف قرار بدن لزوماً اهداف آمریکایی نباشه، که بخاطر اینکه پرهیز کنن از جنگ و بلکه بخوان که متحدان آمریکا رو این وسط هدف قرار بدن، و این در حالی که صرفاً هم در کشورهای عربی این گونه نیست و اسرائیل هم الان در یک وضعیت آماده باشی به سر میبره. حتی خبر رسیده که پیست اسکیشون رو که در بلندی‌های جولان نزدیک مرز سوریه تخلیه کردن به دلیل اینکه شاید از آن سو یک حمله تلافی جویانه‌ای از جانب سوریه و لبنان به سمت اسرائیل انجام بگیره. اظهار نظری هم فعلا من ندیدم از جانب مسئولان اسرائیلی. غیر از گروه‌های متحد ایران، حزب الله لبنان، افراد مربوط به هشت شعبی، هیچ گونه همدردی در جهان عرب با ایران دیده میشه؟ این همدردی رو میشه حس کرد از جانب کسانی که لزوماً طرفدار ایران نیستند. به هر حال قاسم سلیمانی یک هم با خاطر نقشی که در مبارزه با داعش داشت، هم موضع‌گیری‌هایی که ضد اسرائیل، ضد آمریکا کرد و داعش، اسرائیل، آمریکا، اینها برای خیلی از مردم منطقه که دل خوشی هم از ایران ندارند همچنان دشمن حساب میشن. یکی از این دلیل، این نقشی که داشت برای میتونه که یک همدلی نسبت به قاسم سلیمانی ایجاد بکنه. بخش دیگرش خیلی عاطفی تر و اسطوره‌ای تره، به این معنا که شخصیت نظامی قدرتمند یک شخصیت مطلوبی بوده در فرهنگ منطقه و به خصوص کشورهای عربی، حتی اگر که اون شخص کسی مانند صدام حسین حتی باشه، کسی باشه که سرکوبگر و مستبد باشه، و اینکه این شخصیت نظامی که برای قاسم سلیمانی ساخته شده بود و این شخصیت اسطوره‌ای که برای ساخته شده بود، این در دل خیلی ها هم که با ایران لزوماً هماهنگ نیستند جا کرده بود. و خیلی خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه، آیا به اقتدار کسی مثل قاسم سلیمانی یا حالا سپاه قدس لطمه نخورده؟ به خاطر اینکه به نظر میاد عملیات بسیار ساده انجام شده و با این هزینه بالا. دقیقا همینطوره، به نظر میرسه که ابتدایی ترین پروتکل های امنیتی در نظر گرفته نشده که این افراد همزمان کنار هم یک جا کشته شدند و این در واقع برای کسانی که کهنه‌کار جنگ هستند و سالیان سال سابقه امنیتی و نظامی دارند بسیار ضربه حیثیتی حساب میشه. ممنونم از همکارم مهرداد فرهمند.
بیننده پوشش ویژه ما هستید. از گزارش ها و همینطور خبرها و تحلیل های مربوط به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که بامداد جمعه 13 دی ماه در جریان یک حمله در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. باز هم با ما بمانید، در بخش های بعدی خبر همچنان با شما هستیم.